سلام، من امروز تصمیم گرفتم که یه موضوعی که خیلی مهمه و باعث شد تو زندگی من به طور کامل تغییر کنه رو با شما در میون بذارم. مطمئنم که این تجربه که من داشتم یه تجربه واقعا عجیب و شاید غیر قابل باور باشه، اما مطمئنم اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشی و داستان زندگی من رو گوش بدی، مطمئنم که کاملا متحول میشی و این کارهایی که بهت میگم و حتما تو زندگیت انجام میدی و تو هم زندگیت به طور کامل تغییر میکنه. پس ازت میخوام که اگه کانال منو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنی و تا آخر این ویدیو همراه من باشی تا بهت بگم که باید چیکار بکنی که حال روحی و جسمیت خوب بشه و بتونی تو زندگیت پیشرفت بکنی و به سمت هدف حرکت بکنی و در نتیجه به موفقیت برسی. همونطور که میدونید همه ما ممکنه مثلا یک دوره‌ای دچار مشکلات روحی و جسمی بشیم، اما همیشه اولین کاری که میکنیم میریم سراغ این که خب بریم دکتر و دنبال درمان هستیم، و وقتی که میریم مثلا یه سری از آزمایش‌ها و شکاف‌ها رو انجام میدیم میبینیم که خب بدن ما سالمه، و وقتی که با دکترها صحبت میکنیم همشون میگن که این مشکل از استرس و ترس به وجود اومده، از نگرانی، از فکر و خیال بیش از حد به وجود اومده و تو باید خودت به خودت کمک بکنی. اینجاست که ما باید به خودمون بیاییم و ببینیم که خب حالا که همه چی به حالت نرماله و به ما میگن که خودت باید به خودت کمک کنی، من چی کار کردم، یعنی چه رفتاری با روح و جسمم داشتم که مثلا الان به این وضعیت دوچار شدم. اول از همه باید پذیرش داشته باشی، بپذیری که مسئولیت تمام اتفاقاتی که تو زندگی تو میفته، تمام بیماری ها، مشکلات، مسئول 100%ش خودتی. وقتی که تو بپذیری اولین قدم رو برمیداری به سمت سوی آرامش، موفقیت، سلامتی و حال خوب. پس بپذیر که تمام اتفاقاتی که میفته مسئول 100%ش خودت هست. خب همه میگن که خب وقتی به پذیرش رسیدیم بعدش باید چیکار کنیم؟ زمانی که شما به پذیرش میرسی میشینی تو خودت کنکاش میکنی ببینی که خب چیکار کردی که حالت الان اینجوریه، برمیگردی به عقب میبینی که خب خیلی نگران بودی، خیلی دلشوره داشتی، خیلی استرس های بی خود داشتی، خیلی فکر و خیال کردی، همون نشخوار فکری که بهش میگن، خیلی به خودت از لحاظ روحی فشار وارد کردی و این اومده مثلا به شکل یک بیماری تو جسم تو ظاهر شده و حالا برای هر کسی متفاوته. مثلا یکی ترس و استرسش باعث مشکلات قلبی میشه، یکی به گوارشش میزنه، یکی و و و و خیلی چیزای دیگه. اما تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که دیگه ما آگاه بشیم و مسیرمون رو تغییر بدیم. خب حالا باید چجوری مسیرمون رو تغییر بدیم؟ اولین کاری که ما باید حتما انجام بدیم اینه که از ابتدای روز زمانی که از خواب بیدار میشیم شروع کنیم به دم و بازدم‌های عمیق، یعنی 10 تا نفس عمیق بکشیم. دم و بازدم‌هایی که انجام میدیم دم‌ها رو باید عمیق انجام بدیم و بازدم‌های آروم و طولانی. زمانی که این کار رو انجام میدیم به بدن احساس آرامش بیشتری انگار که القا میکنید، خیلی بدنتون حس آرامش بیشتری داره، خیلی حال بدنتون بهتر میشه و سطح استرس و استرابتون کاهش پیدا میکنه. پس انجام دم و بازدم ابتدای روز، میانه روز و انتهای روز خیلی به ما کمک میکنه که حال ما بهتر بشه. تنفس‌های عمیق با بازدم‌های آروم و طولانی. پس اولین کاری که می‌کنیم انجام تنفس عمیقه. تنفس عمیق خیلی به ما کمک می‌کنه. تنفس عمیق در کنار مدیتیشن میتونم بهت بگم معجزه می‌کنه. یعنی وقتی که شما این کاری که من بهتون میگم رو بکنید مثل یه روتین توی زندگیتون و به طور مداوم انجامش بدید، مثل صابون خوردن، مثل مسواک زدن، مثل همه کارهایی که شما به طور غیر ارادی انجام میدید، یعنی رفتون تو زمیر ناخودآگاهتون، شما بالا میشید از خواب، تختتون رو مرتب میکنید، مسواک میزنید، دوش میگیرید، هر کاری که مثلا به طور روتین انجام میدید، اگه این کارها رو به صورت روتین انجام بدید قطعاً
زندگیتون تغییر میکنه، چون که بیشتر به جسم خودتون توجه میکنید و همین باعث میشه که زندگی شما اصلا یه سمت به یه سمت سوی دیگه ای بره. تاکید میکنم که مدیتیشن رو به عنوان یک کاری که هر روز باید انجام بدین توی زندگیتون بذاریدش. یعنی معجزاتی که توی مدیتیشن هست به نظر من هیچ تکنیک دیگه ای نیست. این یکی از بهترین راه های آروم کردن ذهنه، چون تمام مشکلات ما، تمام اتفاقایی که توی زندگی ما میفته از ذهنمونه. پس باید ذهنمون اول ساکت بکنیم. وقتی که ذهنمون ساکت بشه جسممونم آروم میشه و قشنگ میتونیم به هدفهامون برسیم، به مشکلاتمون غلبه بکنیم و خیلی از مسیرها برامون هموار میشه. پس اول ذهنت رو ساکت کن، ذهنت هم از طریق مدیتیشن میتونی کاملا ساکتش کنی. شب هر موقع که تایم خالی داری و میبینی که دیگه مثلا الان کاری نیست که انجام بدی، شروع کن به انجام این تمرین، چون انجام این تمرین معجزه میکنه و تو معجزه شو تو طول زمان قشنگ توی زندگیت میبینی. یهو میبینی که ای چقدر همه چی تغییر کرد، چقدر همه چی خوب شد، چقدر حالم بهتره، چقدر زندگیم قشنگتره، چقدر همه چی اونجوری که دلم میخواد داره پیش میره. چرا؟ چون که ذهن تو از افکار منفی پاک میشه، از استرس و نگرانی پاک میشه و تو تازه متوجه میشی که معنی واقعی زندگی یعنی چی. تازه میفهمی که چجوری باید زندگی بکنی، تازه میفهمی که کجای راه و اشتباه رفته بودی و دیگه اون مسیر رو نمیری. پس به پیشنهاد میکنم که مدیتیشن رو مثل صبحونه خوردن، مثل مسواک زدن، مثل هر کاری که داری که طول روز انجام میدی بذار جزء روتین اصلی زندگیت. خب یکی دیگه از راهایی که باعث میشه که حالتون خوب بشه اینه که هر روز بابت داشته هاتون از خدا تشکر کنید. سپاسگزاری بابت داشته ها اصلا یه انرژی خیلی خوبی رو به سمت زندگی شما میفرسته. یعنی کائنات متوجه میشن که شما بابت چیزایی که دارین سپاسگزارین و چیزهای بهتر و بیشتری رو وارد زندگی شما میکنن، که اونم مثلا کار سختی نیست. شما هر زمانی که بتونید یه دفتر برمیدارید و شروع میکنید دونه دونه بابت چیزایی که دارین از خدا سپاسگزاری میکنید. خدای شکرت که مثلا تنم سالمه، خدای شکرت که خانواده خیلی خوبی دارم، خدای شکرت که سختی بالا سرمه، خدای شکرت که به خواسته هام رسیدم. حتی میتونید خواسته هاتون رو به حالت شکرگزاری به زمان حال بنویسید. مثلا شما خواستتون اینه که یه خونه مثلا با فلان امکانات داشته باشید، همین رو به زمان حال بنویسید. خدای شکرت که خونه مثلا مورد نظرم و با اون چیزایی که مثلا دلم میخواست و خریدم. حتی همین شکرگزاری باعث میشه که شما یه مسیری براتون پیدا بشه که به اون خواستتون برسید. پس شکرگزاری به زمان حال خیلی بهتون کمک میکنه که توی زندگیتون آرامش بیشتری داشته باشین و حالتون خوب باشه و به موفقیت برسید. یکی از کارهای خیلی مهمی که به من کمک کرد تا بتونم بدنم رو قوی تر کنم و از لحاظ روحی انرژی بیشتری داشته باشم ورزش کردنه. حالا من خودم ورزش بدنسازی و یوگا رو انتخاب کردم، چون به نظر من ورزش بدنسازی چون علاقم خیلی بهش دارم باعث میشه قدرت بدنی بالاتر بره و از طرفی انرژی من خیلی بالا میبره. و مهمتر از همه یوگا، یعنی شما نمیدونید که یوگا نه تنها خیلی تاثیر روی جسم شما داره، خیلی تاثیرات مفیدی روی ذهن شما داره. یعنی به حدی ذهن شما رو آروم میکنه و تمرکز شما رو بالا میبره که واقعا یوگا به نظر من یک معجزه است. مدیتیشن کنار یوگا یعنی یه ترکیب فوق العاده عالی برای سلامتی روح و جسممونه. پس حتما هر ورزشی که دوست دارید انجام بدید، ولی یوگا رو حتی شده 10 دقیقه 15 دقیقه در طول روز براش وقت بذارید و انجام بدید، که کلی لینک هست توی یوتیوب که میتونید برید اونجا، کلی کانال هست که برید ویدیوهای یوگا رو مثلا از روش ببینید و راحت انجامش بدید. خب اینو بدون که تغییر از درون خودت شروع میشه و تا زمانی که با یه سری تکنیکایی که بهت گفتم ذهنتو ساکت نکنی، نمیتونی به اون آرامشی که میخوای برسی. یعنی نمیدونم، بعضیا میگن که من این کارو انجام بدم، اینو بخرم، اون کارو بکنم، حالم خوب میشه. نه، اصلا همچین چیزی نیست و اونها ممکنه که یه شادی موقتی برای تو داشته باشن، ولی هیچ موقع باعث آرامش
دائمی تو نمیشن، باعث میشن که تو همیشه حالت خوب باشه. به خاطر همین تو همیشه وابسته به اینی که مثلا یه کاری انجام بدی یا یه اتفاق خیلی خاصی بیفته تا حالت خوب بشه، که به نظر من این مسیر کاملا غلطه. آرامش از درون تو شروع میشه، به بدنت فرصت بده، به ذهنت فرصت بده، و ازت میخوام که اولین قدم رو برداری. و اگه راهکاری هم تا حالا خودت برای مدیریت استرست، برای آرامشت انجام دادی، خوشحال میشم که تو کامنت ها برای من بنویسی. و از این که کانال منو سابسکرایب میکنی ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.